وقتی مائده حجبری ویدیوهای رقصش رو در اینستاگرام به اشتراک گذاشت، کار بی خطری به نظر می رسید. او در این ویدیوها با آهنگهای پاپ ایرانی و غربی در اتاقش می رقصید. با این حال کلیپ‌های او تبعاتی بسیار جدی براش در پی داشت. حجبری به سبب نقض قوانین حکومت ایران که زنان را از رقص در برابر دیگران و نیز حضور بدون حجاب در اماکن و مجامع عمومی منع می‌کنه دستگیر شد. او در تلویزیون دولتی ایران حاضر شد و در اعترافی نمایشی و از روی ترس گفت: اصلا نمی‌خواستم جلب توجه کنم و یا دیگران رو به این کار تشویق کنم. اینو برخورد با یک دختر نوجوان از سوی صاحب نظران و حتی برخی از شخصیت‌های دینی محکوم شد. یک روحانی استدلال کرد که کدام یک گناه بزرگتریه؟ رقص یا سرقت از بیت المال؟ مائده حجبری همبستگی گسترده در میان مردم در فضای مجازی به وجود آورد. بسیاری از جمله صدها زن ویدیوهای رقصشون رو در حمایت از این نوجوان در اینترنت منتشر کردند. از جمله ریحانه تراوتی، عکاس ساکن تهران. تراوتی خود در سال 2014 به دلیل انتشار ویدیوی رقصش با آهنگ پرطرفدار شادی از فرل ویلیامز به همراه دوستانش بازداشت شده بود. او در توییتی نوشته بود: شما مرا در 23 سالگی به جرم شادی بازداشت کردید. حالا مائده رو که فقط 18 سالشه دستگیر کردید. با نسل بعد چه کار میخواهید بکنید؟ اینکه رقص عملی خطرناک و ویرانگره باوریست ریشه‌دار و گسترده که در طول تاریخ خشم بسیاری از خشک مقدس‌ها رو برانگیخته. در قرن 17 نویسنده و حقوقدان بریتانیایی ویلیام پرین رقص رو بسیار زشت می‌شمرد، زیرا اون رو آزادی برای هرزگی، دوستداری شرارت و تحریک شهوت جنسی و سرگرمی می‌دونست که در نظر همه پرهیزگاران ناشایسته. شور و هیجانی که رقص در میان مردم ایجاد می‌کرد، مغزهای خشک رو به واکنش وامی داشت. نشانه‌هایی از این براشفتگی رو می‌توان در آثاری همچون از اتاق رقص و جهنم و میراث دوزخ دید. در اثر دوم، دن گیلبرت، نویسنده آمریکایی، از رقص جیتر باگ که در جهنم نطفه بسته و در روسپی‌خانه بالیده و سلطه غیر اخلاقیش استیلا یافته، خونش به جوش میاد. از همین روز که رقص سرگذشته، همواره کنشی شورشگرانه محسوب می شده. در دوره آپارتاید در آفریقای جنوبی، معترضان اعتراض خودشون رو با تظاهرات رقص به نمایش می ذاشتن و در واکنش به سرکوب‌های نژادی می رقصیدن. آنها رقص پرتحرک و گروهی توی توی رو که آزادی خوان زیمبابوه ابدا کرده بودن گرفتن و در تظاهرات علیه آپارتاید به شیوهی مؤثر به کار انداختن. این رقص به روشی جا افتاده برای بیان اعتراض همچنان در آفریقای جنوبی رواج داره. حرکات تند رقص توی توی با پرسش و پاسخ و بانگ دست جمعی رقصندگان همراه می شد. از جمله شعار آماندا آبتو که میشه زنده باد مردم. لیزا نووید در مقاله‌ای در مجله کیپ تاون که با عنوان هر چیزی رو میتونید بگیرید ولی نمیتونید رقص رو از آفریقای جنوبی بگیرید نوشته، رقص توی توی بسیار تماشاییه. انبوه جمعیت کمرهایشون رو میجنبانن، به جلو هجوم میارن و شعارهای سیاسی آهنگین رو بانگ میزنن. چون این نیروی ماموران مسلح که میخوان مردم رو در محاصره و به عقب برانن میترسانند. افزون بر این، توی توی ترس رو از مردم به طور موقت دور میکنه. در آمریکا میراث رقص به مانند حرکاتی اعتراضی تغییر مسیرهای غیر منتظره‌ای داشته. از چهرهای برجسته ادیت سگال ساکن نیویورک بود که زیر نظر مارتا گراهام که پیشگام رقص مدرن بود آموزش دید. سگال که از کمونیسم شوروی تأثیر گرفته بود، گروه رقصندگان سرخ رو در سال 1928 بنیان نهاد و آثاری با موضوع همبستگی بین نژادها خلق کرد. در همین دوره با آغاز رکود بزرگ، گروه نیو دنس نیویورک اعلام کرد که رقص سلاحی در نبرد طبقاتیه. چون این رقصهای رادیکالی در آمریکا به ویژه در دوران جنگ سرد بسیار خطرناک بودند.
زیرا کمیته فعالیت‌های ضد آمریکایی و کمیته عملیات دولتی سناتور جوزف مک‌کارتی هر فردی رو که به نظر می‌رسید با کمونیست‌ها همدلی دارد دستگیر می‌کردند. با این حال هیچگاه رقص سگال روح معتزلش رو در آمریکا از دست نداده. در آمریکای مدرن رقص مثل اعتراض بخشی از جنبش جان سیاه‌پوستان مهم است به شمار میاد و این نتیجه تلاش هنرمندانی مثل شمل بل، طراح رقص و روابط فرهنگی و هنری در لس آنجلس که میگه رقص خیابانی شیوه ای است برای نزدیکی انسان ها به یکدیگه. به رغم همه اتفاقات ناخوشایندی که افتاده، هدف ما دوست داشتن یکدیگره. فعالان LGBTQ هم در آمریکا از رقص برای مقابله با تعصب و نیز فقدان مدارا استفاده می‌کنند. مثلا ماه گذشته در یک مهمانی رقص دگرباشان، آنان با رقصی پر جنب و جوش و تماشایی به مایک پنس، معاون اول رئیس جمهور که در حال بازدید از کلمبوس و اوهایو بود، اعتراض کردند. جی اسمیت، ترتیب دهنده این برنامه رقص کنان، میگه ما می‌خواستیم مثبت اندیشانه با یک مهمانی رقص بزرگ و دوست داشتنی با آنان که با LGBTQ ضدیت دارن واکنش نشون بدیم. عنصری در رقص نهفته است که تنش رو به نیروی برای تغییر تبدیل می‌کنه. رقص فرمیه که معمولاً در مواقعی که اصلاً انتظارش رو نداریم، دلیرانه درون مایه‌اش رو بیان می‌کنه. در سال 2012 گروهی از دختران رقصنده در محله‌های آمستردام توجه افکار عمومی را به کمپین تجارت انسان را متوقف کنید جلب کرد. شعار این کارزار ضد برداری اینه: انسان‌ها را نباید خرید و فروش کرد. در یونان پاتریشیا آپرگی، طراح رقص، از این طریق به بحران مهاجرت واکنش نشون داد. او استدلال می‌کنه که رقص به صورت طبیعی مرتبط با مهاجرته، زیرا همه در آن در جنبش و جابجایی هستند. پس طریق رقص میشه به آسانی با حس نقل مکان فیزیکی در مهاجرت همدلی کرد. رقص مرگ نیز در عرصه هنر و فرهنگ جهان موضوعی همیشه بحث برانگیز بوده. در این رقص شرکت کنندگان ممکنه تا سرحد مرگ برقصن. در فیلم پرستش بهار، ساخته جنجالی استراوینسکی در سال 1913، بالای میز سبز از کرت جوس، طراح رقص آلمانی در دهه 1930، یا فیلم موزیکال کفشای قرمز که اقتباسی از داستان پریان سنگدلانه نوشته هانس کریستن اندرسون به رقص مرگ پرداخته شده. سیدنی پولاک در فیلم آنها به اسبا شلیک میکنن 1969 ماراتون رقصی کابوسوار رو در زمان رکود بزرگ به تصویر میکشه که رقصندگان آن اندازه با یکدیگر رقابت میکنن تا بیفتن و بمیرن. در فیلم قوی سیاه، ساخته دارن آرونوفسکی، هم تلاش ناتالی پورتمن برای رسیدن به کمال در نقش بالرین اصلی به بهای جانش تموم میشه. در واقعیت نیز رقص نیروی زندگی بخشه و شبکه‌های اجتماعی این بیان صمیمانه رو تاثیرگذارتر هم کردند. مثلا نیروی وحدت آور رقص محلی دبکه رو در نظر بگیریم که فلسطینیان دست در دست یکدیگر و در یک صف اجرا می‌کنند. از رقص معترضان سیاسی در کارنوال ریو بگیم که امسال گروهی از مدرسه رقص سامبای پاریزو دو تیوتی در اون قطعه ای رو به نام خدای من خدای من آیه بردهداری از میان رفته اجرا کردن. شاید هم به گروه تونسی شهروندان رقصنده متشکل از زنان رقصنده به رهبری طراح رقص بهری بنی احمد بنگریم که یکی از آثارشون قطعه ایست به نام به رغم همه موانع خواهیم رقصید. بنی احمد توضیح میده که رقص قالب مبارزه ما علیه خوش‌اندیشی‌های دینی و اجتماعی. در واقع در آنچه به نظر بعضی سبک‌سرانه میاد، نیروی عظیم نهفته است. یک رقصنده معترض میگفت وقتی میرقصم احساس آزادی میکنم. رقص جاری و ساری است و به دیگران نیز سرایت میکنه. از نمونه‌های شیوع این تب فراگیر میشه به هنرمند بریتانیایی مثل اکرم خان مشهور اشاره کرد. کنش رقص طبیعتی معناپذیر داره و در دوران سرکوب جنبش‌های سرکشانه از این دست ضروریه.